سلام دوستای عزیز، داود کامیار هستم. I hope you are doing a great time. Welcome to the review of verb tenses. خوش آمدین به مرور زمانها یا حالتهای زمانی فعل. ما قبلا در جلسات قبلی 12 حالتی از زمان را مطالعه کردیم. Present, Past, Future، اینا رو مطالعه کردیم و هر چهار حالت Present و Past و Future رو هم با همدیگر خواندیم. امروز خواستم و در این جلسات یک مرور کلی روی تمام این 12 حالت در سطح کل، این 3 حالت که Present و Past و Future است با همدیگر داشته باشیم تا اینکه خوب درس برای ما و شما پخته شوه و تمام مطالب به نسبت به زمانها، یعنی زمانهای یک فعل یا یک کار، برای ما و شما روشن شوه. خب گرچن اینا رو مرور کردیم دانه بود، دانه دانه جز جز اینا رو با همدیگر خواندیم مطالعه کردیم، ولی یک بار باز هم کلن یک مرور با هم میکنیم. امیدوار هستم تا پایان ویدیو ما را همراهی کنید و برنامه ویدیو را ببینید. این درس برای شما خیلی مفید هست و خیلی موضوعاتی که شما شاید در درس های بعد قبلی متوجه نشدین، در این درس خواهد یاد گرفتین موضوعات و برای شما قابل فهم خواهد بود. اولین بحث ما و شما پریزنت است. ما از پریزنت شروع میکنیم، البته سیمپل پریزنت. سیمپل پریزنت چی است؟ خب ما برای هر کدام اینها یک مثال نوشتیم، one example، تا اینکه برای ما و شما خوب واضح شود. سیمپل پریزنت اینجا در مثال هست: I study English every day. من هر روز انگلیسی را مطالعه میکنم یا میخوانم. Every day. این حالت سیمپل است، ساده است. نکدام پست اینجا هست، نکدام تکنیک های دیگری هست. بسیار ساده. I study English every day. یا I teach English every day. I go to work every day. I sleep every day. I sleep every day. Yeah. I come in my country every year. خب اینا از مثال های simple present است. Simple present. Simple past چیه؟ هم ساده هست ولی در گذشته است. 2 years ago، 2 سال قبل. خب پست است دیگه، در گذشته موره. 2 years ago، 2 years ago I studied. اینه پست است، واضحی دید میگره. اینجا استدی بود، I study. اینجا یک وایش مانده، I study بود. اینجا I studied. I studied English in England. میگه 2 سال قبل ما مطالعه کردیم انگلیسی را در انگلند. مثال ساده، سیمپل پست، هیچ دیگه کدام سختی نداره. مثلا شما میتونین بگی 2 سال قبل من مثلا خواندم انگلیسی را، مثلا این در نام یک کورس را میگیرین، یا 1 سال قبل را فرق نمیکنه. مثلا ما میگم I studied political science 3 years ago in Avicenna. معلوم سیاسی را only relationship international، روابط بین الملل را، یا جست میگیم، جست
I study just, studied just international relationship 2 years ago in USینا. یا مثلا 2 years ago را اول میاری یا اینجا میری، کدام مشکل نداره. هی است از سمپل پست. سمپل فیوچر چی است؟ خب سمپل هم ساده هست، آینده ساده. سمپل فیوچر آینده ساده. خب یا هم I will study English next year. مخواهد انگلیسی را خواندم در سال بعدی. I will take my master degree next year. من درجه ماستری خود خود گرفتم در سال بعدی. خودش چی میشه؟ سیمپل پست، سیمپل فیوچر است. He will got, he will learn English next month. ای خواهد آموخت یا به دست آورد انگلیسی را، کسب کرد، کمایی کرد انگلیسی را در ماه بعدی. Or French یا فرانسوی را. Like this. Present continuous. Present continuous زمانی هست که در حال حاضر جریان دارن، توقف موقف نیست. مثلا I am teaching English now. من در حال آموختن انگلیسی هستم. آموزش دادن. آموزش دادن چی؟ انگلیسی. یا میگم I am studying English now. فقط تفاوت در اینجا هست که اینی استدی استدین میشه، چون در حالت continuous است، در حالت جاری است. I am studying English now. یا میگم you are teaching learning English now. شما در حال آموزش یا آموختن انگلیسی هستید حالا. یا میگم you are studying English now. شما در حال خواندن انگلیسی هستید حالا. خب یه از present continuous ده. Past continuous چی است؟ در present continuous فقط چون continuous ing اضافه میشه، ما در زمانش هم مسخص میشه exact time now هست. exact time چی است؟ now. past continuous چی میگه؟ past continuous یعنی در گذشته ادامه داشته بوده. در گذشته ادامه داشته بوده یک کاری که یک عمل دیگه صورت گرفته. مثلا when you call it me. بله، یک عمل دیگه چی بوده؟ زنگ زدن بوده. میگه زمانی که تو به من زنگ زدی، این گذشته است، اردیش گذشته است، این گذشته است، دیگه شی چی است؟ هم گذشته است که جاری است. when you call it me، زمانی که تو به ما زنگ زدی، این در حال چی کار بوده؟ حتما continuous است، باید جریان داشته باشه. I was، ما بودم، studying English. ما همو زمان در گذشته در حال مطالعه یا خواندن انگلیسی بودم. بسیار واضحه. When you come my home، زمانی که تو به خانه ما آمدی. البته کام کم میشه دیگه، ما گذشته میشه. When you came my home I was sleeping. ما چی بودم؟ خواب بودم. ما خواب بودم اما زمانی که تو به خانه آمدی. I was sleeping. یا I was sleeping on the chair. ما در روی تخت چی چوکی بودم. یا مثلا this بگم like this. ما خواب بودم. خب حالت future continuous یعنی در آینده، آینده باشه، ادامه داشته باشه. وقتی که آینده بود حتما یک will داره، متوجه باش.
اما چون فیوچر کانتینیوس است سمپل نیست. سمپل اکو دیدی آی ویل استادی انگلیش نیکس یار. خب ای ان در آینده ادامه داره و یک ویل داره. مثال بگو آی ویل بی آی ویل بی کانتینیوس یعنی ادامه دار است. پس استادین میشه آی ویل بی استادین انگلیش When you arrive tonight. زمانی که امشب تو برسی ما در حال انگلیسی خواندن هستم یا می باشم. در آینده هست. این خواهم بود معنا میده دقیقش. ولی اگر جمله را مقدار خوبتر را کنی میگه I will be studying English. ما در حال مطالعه انگلیسی هستم زمانی که تو یا شما شب برسید. البته در اتاق است، در خانه است، در هر جایی هست. یه است از فیوچر کانتینیوس. مثلا من در حال دعا کردن یا پری هستم زمانی که پریپر شوه یا پریپر شوه یا آماده شوه چی؟ فود یا میل. زمانی که تونایت امشب یا مورنین یا صبح. خب دیز مورنین ایم صبح ما میگه مصرف دعا خواندن نماز خواندن هستم او زمانی که چی شوه آشپزی آماده شوه یا غذا آماده شوه یا صبحانه آماده شوه. خب ببین I will be studying English اینجا یک فعل یک عمل است و یه رسیدن دیگه عمل است. اینجا هم باز دو عمل است. When you arrive tonight البته یه به شکل ساده است. When you arrive سمپل است اما یه continuous است. خب یه سمپل است باز the future است. سمپل future میشه. سمپل چی؟ future. خب present perfect حال کامل چی میگه؟ حال کامل. خب حال کامل باز هم نشان دهنده یک عمل هست که انجام شده هست. حال کامل یعنی کامل شده، پرفکت شده. I have studied English. من میگم مطالعه کردم. ببین انجام شده. انگلیسی را in several different countries در چندین کشور مختلف. شاید انگلند بوده، شاید مثلا United States بوده، شاید مثلا استرالیا بوده. I don't know. Yes, it's present perfect. Past perfect چیه؟ Past خودش از past معلوم است که در گذشته. Perfect تکمیل یعنی در گذشته تکمیل شده است. Past perfect گذشته کامل. چی؟ گذشته کامل. خب I had studied English یک had چون گذشته است. I had studied و گذشته کامل است. I had studied میگم من انگلیسی را داشتم یا مطالعه کردم. Had studied انگلیسی را مطالعه کردم منظور از ای اینجا انگلیسی ها. قبل از آنه که before I moved to the US قبل از آنه که من به امریکا رفتم من انگلیسی را مطالعه کردم. پس دیگه گذشته یه باز هم دو عمل انجام شده. یه قبل از آنه که یه عمل دیگه انجام شده یا عمل دیگر انجام داده که عبارت از چی هسته؟ مطالعه انگلیسی یه. بله دیگه بدونی it out any capacity to the English language you don't go to the US. US رفتن و ایالات متحده رفتن کار آسان نیست. تو باید انگلیسی رو خوب قوی کنی. برای تو هم میگم توفل مافل خود بگیری، دنبال چانس ها باشی، دنبال اسکالرشپ ها باشی، دنبال فلوشپ ها باشی، دنبال بنیاد های خیریه باشی تا اینکه با اونا اپلای کنی بعد تو رو ببره به اونجا. و اونجا شرطش انگلیسی فهمیدن هست. تو باید کمپلیت کنی انگلیسی خودت.
استدی کنه، استدی خب ابت مطالعه کنه. بعد از یونایتد استیت یا یونایتد نیشن بری، یونایتد نیشن هم رفتنش بسیار لذت بخش است، ارزشمند است. خب یعنی فیوچر پرفکت، ای پاست پرفکت بود، ای پریزنت پرفکت بود، ای چیست؟ فیوچر پرفکت یعنی در آینده تکمیل می شود یا در آینده تکمیل شده هست. در آینده، در گذشته و در حال نیست. I will have studied everything by the time I finish this course. میگم من خواندم تمام زمانها را، everything، تمام زمانها را با ختم کردن دوره، با ختم کردن این که ما این دوره را چی کنم؟ ختم کنم دست کورسی دوره را در زمان بایده تایم، یعنی در زمان من ختم کنم این دوره را، یعنی این سیمستر را یا این دوره را کورس، یعنی منظور از دوره است. میگه I will have studied everything، ما تمام زمانها را مطالعه میکنم، میخوانم در زمانی که من یا دو دوره ای که من ختم کنم اینمی سمستر ای دوره را، اونمو زمانی که، اونمو وقتی که اینمی دوره، یعنی زمان این کورس، این تایم منظور ازم طول است، طولی هست که من مثلا اینجا یه تایم منو میده، یه تایم منو میده. و اینجا اونمو منظور سمستر است که یک ماه میره، دو ماه میره، منظور از اینه که همون اسکیجول یا زمان، زمانی که چی کورس یا به اسلام و نهاد یا ارگانیزیشن آماده کرده، این منظور از کورس او زمان است. وقتی که میگه ما اینم دوره را ختم کردم، دمو دوره که دوره ما ختم شد یک ساله یا دو ساله، ما انگلیسی را چی میگنم؟ دمو دوره میآموزم. خب I will have studied everything، انگلیسی نه، تمام زمانها را من میموزم در چی؟ در اموز زمان یا وقتی که من می ترم خود ختم کنم، ترم را یا انگلیس چی را؟ زمان یا دوره تحصیلی را من تمام زمانها را ختم میکنم در اموز زمان. خب present perfect continuous، present حال کامل ادامه دار، حال کامل ادامه دار، حال present، حال perfect کامل، continuous استمراری ادامه دار. مثال I have been studying English for 5 years. حال کامل ادامه دار. خب یه حال است، حال است ing گرفته، have been از perfect است، continuous هم چی هسته؟ continuous ادامه دارم از ing است. I have been studying English، من میگه مطالعه انگلیسی را present perfect continuous، من میگه مطالعه انگلیسی را خواهد داشتم for 5 years، به مدتی 5 سال ما انگلیسی را مطالعه خواهد کردم for 5 years، چون ادامه داره دیگه، for 5 years یعنی به مدت 5 سال، یک دوره 5 ساله است. past perfect continuous، past یعنی perfect continuous، past گذشته کامل استمراری، گذشته کامل استمراری چی میگه؟ I had been studying English for 5 years before I moved to the US. میگه من انگلیسی را میخوانم در 5 سال قبل از آنی که I moved، در کجا؟ قبل از آنی که من به امریکا برم، به US برم. خب این past perfect continuous هم ادامه داره، past perfect
continuous. و تفاوت در اینجاست که در اینجا چون present بود I have بود. I have. چون present I have been بود. در اینجا چون past I had میه. I had been studying English for 5 years. For 5 years. ولی for 5 years قبل از اون چون اینجا continuous است میگه قبل از اون و در اینجا دو تا عمل انجام شده، یکی عمل مطالعه انگلیسی است و یکی عمل رفتن به یو ایس است. میگه قبل از اونی که ما به یو ایس بروم در مدت 5 سال، یعنی ادامه داره در مدت 5 سال، ما انگلیسی رو چی میکنم؟ ختم میکنم. ایره میگه past perfect continuous، یعنی گذشته کامل. خب future perfect continuous، نفسیم را برآمد. future perfect continuous آینده کامل ادامه دار، آینده. خب I will have been studying English for over 2 hours by that time you arrive. آینده در آینده میگه I will have been studying English، من میگه خواهد من در حال مطالعه کردن انگلیسی بوده باشم for over 2 hours، یعنی بیشتر از 2 ساعت زمانی که by that time you arrive، وقتی که تو برسید اینجا، وقتی که تو برسی با مدت چند ساعت بالاتر از 2 ساعت من در حال مطالعه کردن انگلیسی خواهم بود. ای است از فیوچر پرفیکت کانتینیوس، یعنی با آینده صحبت کرده دی. هنوز انجام نشده، مت زمانی که تو برسی ما بالاتر از 2 ساعت در حال استدین انگلیس یا انگلیسی خواهم بود. ای بود از ریویوی verb tenses، تکرار زمان های یک فعل تو verb tenses. شما هم فعل ها را بگیرین صرف کنین در زمان های مختلف و خوب تکرار کنین، چون فن و فهم انگلیسی توسط تکرار پرکتیس است. If you want to learn join and enjoy please subscribe my youtube channel. Bye bye.